اما یکی از دلایلی که ما اصلاح رنگ انجام میدیم قشنگتر کردن و شیکتر کردن تصویره. یکی از مهمترین دلایل دیگهش تعریف کردن داستانه. همونطور که شما اگه یک کارگردان باشین سر صحنه، اولین سوالی که میپرسین اینه که صحنه صحنه کیه، چی قراره تو این صحنه تعریف بشه، توی اصلاح رنگ هم باز به همین شکله. به طور مثال اینجا ما ممکنه فکر کنیم که حالا داستان ممکنه این باشه که یه چیزی قراره اینجا اتفاق بیفته. از اونجایی که صحنه صحنه این صخره است و داستان قراره اینجا اتفاق بیفته، ما می‌خوایم تاکید بیشتری روش بکنیم و مخاطب به محض اینکه این صحنه رو دید بلافاصله بیاد سراغ این تیکه اینجا. برای این کار من باز میام یه فیلتر دیگه اضافه می‌کنم و اینجا توی این بار، حالا این دفعه که ماسک اضافه کردم، میام این تیکه رو انتخاب میکنم و مثلا من ممکنه بخوام بگم که خب حالا من میخوام روی اینجا کار بکنه. قهرمان من قراره اینجا یه کاری بکنه، قایم بشه، هر چیزی. این مهمترین تیکه تصویر اینجاست. خب من میام حالا ما توی تیکه خارج این ماسک، یعنی تیکه داخلش که این سایدش باشه، سچوریشنش رو یکم بیشتر میکنیم، حتی یکم بیشتر از یکم. توی قسمت آتساید من سچوریشن رو کمتر میکنم، حتی فکر کنم خیلی زیاد شد پایین تر. اگرم شما دیدین این خود این شکل ماسکمون اذیت میکنه، میتونید این آیکون رو بزنید که محو بشه دیگه، الان زیاد چیز نمیکنه. حالا تو اکسپوژر من میگم داخل این ماسک کنتراست من یه ذره بیشتر بشه، خارج از این ماسک هم تیره تر بشه فضا یکم. هم ذره کنتراست من کم تر بشه بلکس. و حالا باز شما الان میبینید همین الان تاکید روی این تیکه خیلی بیشتر شد و مخاطب خیلی سریع تر میره سراغ این قسمت، اینجا رو خیلی بیشتر میبینه، ولی بازم حتی میشه بهترش کرد. من میتونم بیام بگم هایلایت های من زردتر بشن یک کمی. البته ببخشید این الان آتساید منه، این سایت. توی این سایت من میتونم بگم هایلایت ها یه خورده طلایی رنگ تر بشن، یه همچین چیزی. و میتون ها هم حتی همینطور یه ذره میتون گرمتر بشن. علتش هم اینه که ما اینجا رنگ آبی داریم و رنگ آبی رنگ مکمل زرد هست، طبیعتا زردتر کردن این صخره باعث میشه که بیشتر دیده بشه و کنتراست رنگی بیشتری با هم داشته باشن. خب الان که من اینو این شکلی کردم، حتی میتونم بیام توی اکسپوژر. همونطور که شما میدید من فقط داخل این ماسک این تغییرات رو انجام دادم، خارجش این کار رو نکردم. برای خارجش حتی میتونید بیاید شما گلوبال رو انتخاب بکنید و یک کمی به کلش آبی سایان بدید، ولی کم، فقط در حد خیلی کوچولو که تمام رنگ خارج از این ماسک یه خورده یه دستر بشه و این باعث میشه مخاطب رو گول میزنه، چون جاهایی که یه دست باشن مخاطب زیاد دوست نداره نگاه کنه، جاهایی که متفاوتن رو کلاً آدمیزاد دوست داره بره سراغش. حالا من اینجا ممکنه یه خود زیاد شده باشه این اتفاق، کمش بکنم اینم رو بازم یه ذره کمتر، این هم میزنم روی دو. باز توی saturation outside رو حالا من یه کوچولو کمتر میکنم. این الان شما میبینید تاکید روی این تیکه خیلی زیاد هست. اگرم اقراق من یک کمی زیاد شده باشه میتونم یک
کوچولو کمترش بکنم. این دیگه بنا به میل خودتون و حالا بنا به اون چیزی که خودتون دوست دارید. باز من اینجا میتونم سچوریشن رو فقط توی هایلایت ها و توی میتون ها بیشتر کنم، باز بیشتر میزنه بیرون و بیشتر دیده میشه. خب الان طبیعتا این صخره من خیلی تأکید بیشتری داره روش میشه، ولی این تیکه های پایینم رنگ گرفتن، اینجا هم رنگ گرفتن. شما باز میتونید بیاید از اون ماسکتون استفاده بکنید، ویو ماسک رو بزنید و ببینید دقیقا کجا تاثیر میذاره. حالا من میتونم بگم فقط اینجاها تاثیر بذاره، من میتونم اینو کم بکنم، ببرمش بالاتر، کمترش بکنم، و اگرم بخوام تاثیرش رو روی آسمون نبینم میتونم بیام بهش بگم که خب یه کالر ماسک اضافه بکن. حالا اینجا میخوام این ماسک رو اینجا رو انتخاب بکنم بهتر باشه. حالا من میتونم بهش بگم این ماسک رو این دفعه به جای اینکه نقطه مشترک این دوتا ماسک رو در نظر بگیری، دومی رو ازش کم کن، دیگه تاثیر نذار رو دومی. یه ذره البته الان لبه های من اینجا میزنه بیرون، این لبه سفیدی که اینجا دارم خیلی اذیت میکنه. البته فکر کنم مال اصلاح رنگ اولی یا دومی باشه، دقیقا مال آسمونه که حالا فعلا محض چیزی که ما تو این درس داریم با این خط مشکل نداریم، هرچند که حتما باید درستش کرد. خب من میتونم بیام اینجا باز توی این بگم که حالا یکم باز کمتر کنیم این دوتا رو، خارج از این مایه کاری انجام دادیم که و خارج از اینجا میدونم اینجا یه ذره ماجنتا داره مخصوصا تو میتون ها، میتونم بیام اینجا ماجنتا رو یه ذره کمتر کنم و یه ذره ازش بگیرم که تصویر یه خود متعادل تر بشه. بس خب سچوریشن این تیکه داخل هم باز من فکر کنم یه خوده بشه بیشتر اقراق کرد، یه کوچولو. هایلایت همون هم ممکنه باز یک کنچون بخواهیم زردتر بکنیمش. اوکی الان با یه نگاه میشه تشخیص داد که قسمت مهم این تصویر و جایی که مخاطب خیلی نگاه خواهد کرد این تیکه وسطه. حالا هر چیزی که هست، هر اتفاق داستانی که قرار بیفته، اینجاها قرار بیفته. شما به محض اینکه تصویر رو ببینی تمام تمرکزتون میاد روی این نقطه. یه نکته خیلی جالبی، شما اگه بیاین توی بلور و به طور مثال بهش به این کلیپ یه گاژین بلار اضافه بکنید که همه تصویر رو تار میکنه، باز اینجا میتونید ببینید که این ماسک ها دقیقا برای این گاژین بلار هم کار میکنن. من باز میتونم یه شیپ ماسک اضافه بکنم، بیام اینجا این شیپ ماسک رو بزرگترش بکنم و بگم حالا این برای شیپ ماسک من دقیقا عکس عمل بکن. یعنی اینجا این عنوان سومیه که در واقع داریم بهش میپردازیم. اینورت ماسک رو من وقتی بزنم دیگه داخل ماسک تاثیر نمیذاره، خارج ماسک فقط تاثیر میذاره. و حالا خب خیلی تاکید من رو این تیکه بیشتر شد، انقدر زیاد که دیگه رویایی شد این صحنه. من فقط کافی این تیکه رو کم بکنم، مثلا بیام تار شدگی بقیه تصویر رو بذارم روی مثلا 3 یا 2 و حالا همینقدر میزان تار شدگی هم باز روی اینجا تاثیر میذاره. یعنی اگه این گاژن بلور رو آن آف بکنم، البته الان نمیدونم روی تصویری که شما میبینید چقدر مشخصه با توجه به اینکه انکد شده و اینا، ولی اینجا خب طبیعتا تاثیر میذاره و یه مقداری بیشتر مخاطب رو هدایت میکنه و سریعتر بهش میگه که ببین اینجا رو نگاه کن، اینجا مهمه. چیز دیگه ای که الان توی این بخش بخوایم با هم صحبت بکنیم راستش
نداریم باز توی بخش بعد. خب باز توی این بخش هم بیشتر آشنا شدیم با این عنوان هایی که اینجا بود، مثل اینورت ماسک و حالا یه سری از چیزهای دیگه. توی به قسمت بعد این بحث کالر کورکشن رو با هم تمام میکنیم.